درود به شما خوبان در این ویدیو خبری داریم از تهدید دوباره جمهوری اسلامی علیه اسرائیل در ادامه میپردازیم به اعتراضات سراسری در ایران همزمان با دور دوم انتخابات و در پایان خبری داریم از برنامه نامزدهای سیرگ انتخابات برای افزایش قیمت بنزین با ما همراه باشید دوستان عزیز تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمات زیادی رو متحمل شدند اگه محتوای ما رو میپسندید لطفا برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید کمال خرازی در مصاحبه با فاینانشال تایمز گفت اگر اسرائیل به حزب الله حمله کند با تمام امکانات وارد می‌شویم. کمال خرازی مشاور سیاست بین‌الملل علی خامنه ای هشدار داد اگر اسرائیل یک حمله همه جانبه علیه حزب الله انجام دهد خطر آغاز یک جنگ منطقه ای را در پی خواهد داشت که در آن جمهوری اسلامی و محور مقاومت با تمام امکانات از حزب الله حمایت خواهند کرد رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز تاکید کرد جمهوری اسلامی علاقه ای به یک جنگ منطقه ای ندارد و از آمریکا خواست برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش اسرائیل را تحت فشار قرار دهد وی در پاسخ به این پرسش که آیا جمهوری اسلامی ایران در صورت یک درگیری تمام از حزب الله مهمترین و قدرتمندترین متحد منطقه خود حمایت نظامی خواهد کرد گفت همه مردم لبنان کشورهای عربی و اعضای محور مقاومت از لبنان در برابر اسرائیل حمایت خواهند کرد خرازی افزود احتمال گسترش جنگ به کل منطقه وجود خواهد داشت که همه کشورها از جمله ایران درگیر آن شوند در این شرایط ما چاره‌ای جز حمایت از حزب الله نداریم او همچنین افزود گسترش جنگ به نفع هیچ کس نیست نه ایران و نه آمریکا وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی درباره تأثیر انتخابات در ایران با توجه به شرایط منطقه گفت بسته به اینکه چه کسی برنده شود تفاوتهایی در رویکرد دولت ایران وجود خواهد داشت اما استراتژی کلی سیاست خارجی ایران توسط مقام رهبری تعیین می شود و از این نظر ثابت است با این همه او مدعی شد انتخابات فرصتی برای گشایش های جدید بین ایران و غرب ایجاد می کند اما برای دستیابی به آن کشورهای غربی باید از سیاست های کنونی عقب نشینی کرده و بر اساس شرایط برابر و احترام متقابل با ایران وارد مذاکره شوند خرازی افزود اگر آنها تصمیم به همکاری بگیرند ما آماده همکاری هستیم وی در بخش دیگری توضیح داد جمهوری اسلامی مایل به انجام مذاکرات غیر مستقیم با واشنگتن در مورد برنامه هسته‌ای تهران در یک دولت جدید است اگر این امر منجر به پیوستن مجدد ایالات متحده به برجام شود خرازی با استناد به فتوای علی خامنه‌ای در مورد حرام بودن سلاح اتمی بار دیگر تکرار کرد ما طرفدار ساخت سلاح هسته ای نیستیم اما اگر ایران با یک تهدید وجودی مواجه شود طبیعتا ما باید دکترین خود را تغییر دهیم او در این ارتباط توضیح داد اگر غرب اقدام به استفاده از مکانیزم ماشه برای اعمال مجدد تحریم های سازمان ملل علیه ایران کند این امر با واکنش شدیدی از سوی ایران در زمینه تغییر استراتژی هسته ای مواجه خواهد شد ادامه اعتصاب سراسری هزاران کارگر پیمانی صنعت نفت سکوت معنادار مقامات درباره حقوق سنفی کارگران فعالان کارگری صنعت نفت از تداوم اعتصاب سراسری بیش از 22 هزار کارگر شاغل در شرکت های پیمانکاری صنعت نفت خبر داده و گفتند اعتصابات به 118 شرکت گسترش یافته است. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت گزارش داده اعتصاب کارگران پیمانی صنعت نفت و پتروشیمی وارد همین روز شده و در 118 شرکت پیمانکاری در استانهای مختلف ادامه یافته است شمار کارگران اعتصاب کننده نیز به بیش از 22 هزار تن رسیده است افزایش 35 درصدی دستمزدها با توجه به نرخ تورم 45 درصدی 14 روز کار و 14 روز استراحت رعایت موارد ایمنیزا و حسب پیمانکاران ترین خواسته این کارگران است به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت یکی از مشکلات مهم این کارگران تغییر عنوان کاری آنها از کارگر حرفه‌ای به کارگر ساده هنگام پرداخت حق بیمه از سوی پیمانکاران است همچنین در اغلب شرکت های پیمانکاری طرح طبقه بندی مشاغل اجرا نمی شود و رتبه یا گروهی در سلسله مراتب کاری برای آنان در نظر گرفته نمی شود. پیمانکاران برای پرداخت حداقل بیمه کارگران متخصص را هم کارگر ساده معرفی کنند. این مسئله باعث شده است که کارگران در دوران بازنشستگی حداقل حقوق و رقم مستمری پایینی دریافت کنند در روزهای گذشته با وجود جو نمایش انتخاباتی در ایران شمار زیادی تجمعات سنفی نیز برگزار شده است جمهوری اسلامی حتی توان ساماندهی حقوق سنفی را در حدی نداشته که در روزهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی شهرهای مختلف کشور صحنه تجمعات اعتراضی نباشد روز گذشته بازنشستگان مخابرات به اعتراضات هفتگی خود که بیش از یک سال است برگزار می کنند ادامه دادند. بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف از جمله بیجار، مریوان، سنندج، تبریز، ارومیه و بندرعباس در مقابل ساختمان شرکت مخابرات تجمع اعتراضی برگزار کردند. اجرای آین نامه 24 ممیز 89، اجرای عادلانه همسانسازی حقوق، اجرای تبصره یک ماده 21 قانون خدمات کشوری، و تبصره که دو ماده 33 سی سی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی پرداخت رفاهیات و رفع مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی و کاهش سهم بازنشستگان از مبلغ بیمه تکمیلی از خواستهای این بازنشستگان عنوان شده است. همزمان تعدادی از کارگران گروه ملی فولاد اهواز در اعتراض به حکم اخراج خود در مقابل ساختمان اداری بانک ملی در تهران تجمع کردند این کارگران که حدود چهار ماه است اخراج شدند میگویند یک ماه است که در تهران پیگیر کارمان هستیم اما پاسخ درستی به ما نداده و علت اخراج را هم نگفتند کارگران کارخانه سودیوم کاوه فیروزآباد نیز روز گذشته دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند دستمزدهای ناچیز و عقب افتادن پرداخت حقوقها از دلایل اعتصاب این کارگران است آنها در هفته های گذشته نیز چند بار اعتصاب کردند مالباختگان شرکت ریگان خودرو نیز مقابل مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند در روزهای گذشته نامزدهای انتخابات چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی وعدههای کلی و شعارگونه در حوزه اقتصاد دادند نه تنها مردم به ویژه اخشار کم درآمد خام هیچ یک از این وعده ها نشدند بلکه بازارهای طلا و ارز و بورس نیز پس از اعلام نتایج دور نخست نمایش انتخابات واکنش نشان دادند قیمت ها در بازار طلا و ارز افزایش یافت و بازار بورس نیز با ریزش روبرو شد بحث افزایش احتمالی قیمت سوخت در ایران در مناظره پزشکیان و جلیلی موضوع حساس و جنجالی افزایش احتمالی قیمت سوخت در ایران در کانون مناظره و بحث‌های بین مسعود پزشکیان و سعید جلیلی دو نامزد راهیافته به دور دوم انتخابات و هوادارانشان در شبکه های اجتماعی قرار گرفته است. بحث ها در این زمینه از یک شنبه ده تیر آغاز شد زمانی که هواداران جلیلی در شبکه های اجتماعی مدعی شدند در صورت پیروزی پزشکیان در دور دوم انتخابات قیمت سوخت چندین برابر خواهد شد و به 25 تومان برای هر لیتر می رسد. بنزین سهمیه بندی شده در حال حاضر لیتری 1500 تومان به فروش میرسد. قیمت بنزین غیر سهمیه ای نیز لیتری 3000 تومان است. حملات شدید مسئولان ستاد انتخاباتی و حامیان جلیلی به ستاد پزشکیان دوشنبه 11 تیر با یک پیام جلیلی در شبکه اجتماعی ایکس در این زمینه بالا گرفت. تصویری که جلیلی بدون هیچ توضیحی منتشر کرد شبیه نقشه اپلیکیشن تاکسی اینترنتی اسنپ بود که تصویری از پزشکیان را به همراه داشت و روی آن نوشته بود گران کردن بنزین هزینه ی حمل و نقل را افزایش میدهد پزشکیان در مناظره های انتخاباتی گفته موافق بنزین 20 هزار تومانی نیست و اگر قرار است روزی قیمت بنزین بالا رود قبل از آن باید خودروهای با کیفیتی وارد کنیم که در 100 کیلومتر 3 4 لیتر بنزین مصرف کنند با این حال او درباره تغییر قیمت بنزین گفت خودش تصمیم نمی گیرد و به تصمیم کارشناسان مراجعه خواهد کرد اما علی عبدعلی رئیس ستاد مسئول پزشکیان نامزد انتخابات ریاست جمهوری در گفتگو با رسانه گفت نترسید هر قیمتی که برای بنزین کارشناسی شود خواهید دید که با آرامش و همکاری مردم جا می افتد. نه ترسید بنزین هر قیمت کارشناسی بشه انشالله خواهید دید. آنچنان با آرامش و همکاری مردم جا می بنزین، گازوئیل، برق فلان که هم موجب رضایت مردم بشه، هم موجب آبادانی کشور. انشالله ببینید آزمون های مدیریتی است که آقای دکتر پزشکیان انشالله انجام خواهد داد و من این توان رو در آقا مسعود میبینم بسن. زمنان که پزشکیان دو سال پیش در زمان نمایندگیش در مجلس گفته بود ما نباید بنزین را به قیمت آب بفروشیم که داریم میفروشیم اما اصلاح قیمت بنزین آنطور که انجام شد نیست بلکه باید طبعات آن را دقیق بررسی کرد با مردم صحبت کرد و ابعاد مختلف این مسئله را برای اخشار مختلف جامعه تبیین کرد با این حال او در پاسخ به پیام جلیلی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آقای جلیلی من که برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ارائه ندادم اما از شما میخواهم بگویید آیا قیمت بنزین پس از اجرای طرح وان در دولت شما کمتر از ۶ هزار تومان است جلیلی طرحی موسوم به طرح وان را پیشنهاد کرده که بر اساس آن یارانه انرژی بین همه مردم ایران بدون توجه به درآمد به صورت یکسان توضیح شود بر اساس این طرح برای خرید بیش از میزان سهمیه سوخت باید با نرخ بین فروخته شود جلیلی استدلال کرده که این طرح به افرادی که مصرف انرژی کمتری دارند این امکان را میدهد که واحدهای ذخیره شده را به هر قیمتی از طریق یک برنامه تلفن همراه بفروشند که آنها را به عنوان سرمایه گذاری برای آینده در نظر بگیرند طبق اطلاعاتی که در وبسایت جلیلی منتشر شده در طرح آنها پیش شده که این سهمیه برای پرداخت قبوز آب نیز قابل استفاده هستند نه جلیلی و نه ستاد انتخاباتیش پیش از مرحله اول انتخابات هیچ اشاره‌ای به این طرح نکرده بودند اما دستیاران و حامیان ستاد انتخاباتی او اکنون به طور گسترده این طرح را به عنوان یکی از اقدامات جلیلی برای بهبود زندگی مردم تبلیغ کنند ناظران می‌گویند جلیلی در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی دولت سایه تشکیل داد و در دولت ابراهیم رئیسی این طرح را به دولت پیشنهاد داد اما رئیسی آن را اجرا نکرد طرح جلیلی اما به صورت آزمایشی در جزیره کیش پیاده شد و بر اساس آن به جای اختصاص سهمیه ماهانه بنزین به خودروها به هر شهروند ساکن در کیش ماهانه سهمیه بنزین در نظر گرفته شد اما نه تنها اقتصاددانان بلکه حتی رسانه های تندرو از جمله رسانه های سپاه پاسداران از طرح آزمایشی دولت رئیسی در جزیره کیش انتقاد کردند و گفتند این طرح به جای کاهش مصرف سوخت را افزایش داده است افزایش قیمت بنزین در دولت اخیر در ایران به تنش اجتماعی و اعتراضاتی دامن زده است چهار برابر شدن قیمت سوخت در دوران دولت محمود احمدی نژاد باعث اعتراضاتی شد و به ویژه در تهران شماری از معترضان پمپ بنزین ها را به آتش کشیدند زمانی هم که دولت حسن روحانی قیمت سوخت را سه برابر افزایش داد اعتراضات گسترده ای ایران را فرا گرفت و به گزارش رویترز نیروهای انتظامی با سرکوب معترضان نزدیک به 1500 نفر از آنان را کشتند سپاس که تا پایان هم بودید لطفا نظرات ارزشمند خود را برای ما بنویسید و با به اشتراک گذاری ویدیوها در انتشار آگاهی سهیم باشید